خب سلام، وقت بخیر. بریم سراغ استراتژی که میخوام بهتون بگم. این استراتژی که میخوام بهتون بگم فقط توی تریدینگش کاربرد داره و یه بحثی بود که پورسمدی قبلا مطرح کرده بود، بحث مگنت توی تریدینگ رنج. حالا ادوروکس بیشتر در واقع به عنوان کلمه وکیوم ازش یاد میکنه از این قضیه. جزئیات رو من نمیگم، یعنی از اول من توضیح نمیدم مثلا سایکل ها چیه، اسپای کانال تریدینج، اینو شما باید خودتون بدونید. این توی این فیلم نمیام از صفر صفر همه چی رو توضیح بدم، فقط میام تریدینج رو با هم دیگه بررسی میکنیم. این که بحث حالا تشخیص تریدینج، تشخیص این که کجا کانال کجا اسپای، که همه اینا با خودتونه. من فقط و فقط میام میگم اینجا سایکل تریدینج، استراتژی به این صورته. در مورد در واقع الگوهای کندلی مثل آی او بی، همین کندل های اینساید بار آوتساید بار، الگوی آی او آی و اینها رو هم باید بلد باشی. اینا توی دوره در واقع البروکس بود، کامل در مورد این قضایی ها صحبت کرده بود. و یه الگوی دیگه هم بود به اسم او که این هم در واقع توی دوره البروکس بهش اشاره شده. الگوهای وج مثلث، اینا رو بعد از قبل شما بلد باشید. یعنی توی این فیلم اصلا نمیخوام بگم من صفر صفر توضیح بدم داستان به چه صورت، یعنی باید کامل سایکل ها رو بتونید تشخیص بدیم و کسی که بتونه سایکل ها رو تشخیص بده 50% مسیر رو راحت رفته، یعنی 50-60% حداقل به هدف نزدیکتر شده. تشخیص سایکل به شدت مهمه و نیازمند تمرینه. بریم سراغ اصل مسئله. خب ما بیایم از همین اواخر بازار شروع بکنیم. فقط من برای اینکه موقعیت‌ها رو ببینم و ویدیو خیلی طولانی نشه، ممکنه ویدیو رو پاز بکنم برم موقعیت رو پیدا بکنم، دوباره ادامه ویدیو رو بزنم و از همونجا بیام ضبط بکنم. این یه نکته. خب بریم شروع بکنیم ببینیم اصلا داستان از چه قراره. خب ما میگیم از کلا ما 28 تا جفت ارز داریم. کلا 28 تا جفت ارز من حالا توی این بروکر روبو فارکس من دارم. توی این 28 تا جفت ارزی که داریم، البته تعداد جفت ارز خیلی بیشتر از اینه، حالا ما اومدیم 28 تاشو که حالا خیلی مرسوم هست و در واقع ارزای پرپتانسیلی هستن، اونا رو ما بررسی میکنیم. این تعداد جفت ارز خیلی بیشتر از این هست. 28 تا جفت ارز من اومدم انتخاب کردم، یعنی جفت ارز اصلی مثل یورو یو اس دی، یو اس دی کد، جی پی یو اس دی، ای یو دی یو اس دی، یو اس دی جی پی وای، این 5 6 تا رو انتخاب کردم به اضافه حالا جفت ارزای دیگه مثل AUDNZD، CAD CHF، NZD CAD، کلا همه اینا شد 28. و این استراتژی که دارم به شما میگم هر روز تقریبا موقعیت میده. اگه هر روز موقعیت نده یک روز در میون موقعیت میده. جو فرضاً که خب خاصیت تریدینگ اکثر مواقع توی سایکل تریدینگ هستن. نکته بعدی توی طلا و شاخص نزدک یا داو جونز در واقع این استراتژی من رو تست کردم، چون توی روند هستن مثلا نزدک و داو جونز. توی یک سال اخیر رو من بررسی کردم، زیاد مثل این که در واقع کاربرد نداشت. حالا بازم خودتون بک تست بگیریم. من از سال 2018 روی 6 تا جفت ارز اصلی اومدم بک تست گرفتم، بقیه جفت ارز رو یک سال اخیر اومدم بک تست گرفتم. و خودتون باید حالا وقتی استراتژی میگم خودتونم برین بک تست بگیرین، خودتونم بهینه ترش بکنین، شاید تونستین خیلی بهتر بهینه ترش بکنین. میانگینی که این استراتژی به شما میده تی پی 3 هست در هر معامله. و بریم توی کار، بیشتر از این توضیح نمیدم، از CHF JPY شروع میکنیم. خب عرضم خدمت شما این که میگم من سایکل ها رو دیگه نمیشنم از اول توضیح بدم. اینجا در واقع اگه بخوایم از این قسمت شروع بکنیم، اینجا در واقع یک کانال داشتیم
که صفحه در واقع بالاتر و کفهای بالاتر زده شده و وقتی بازار این قسمت رو میاد یه در واقع ریزش میکنه و یک کف پایین تر میزنه، اینجا ما احتمال میدیم که بازار وارد فاز تریدینگ رنج شده. و وقتی بازار وارد در واقع فاز تریدینگ رنج میشه کار ما شروع میشه. حالا وقتی بازار وارد فاز تریدینگ رنج میشه، یعنی اینجا دقیقا این قسمت ما میفهمیم که چون کف پایین تر زده شده و دیگه نسبت به این صفحه بالاتر زده نشده، اینجا ما در واقع میفهمیم که فاز تریدینگ رنج. و الورکس میگه که بیگ داون بیگ اپ، موقعی که این اتفاق میفته یعنی وارد فاز تریدینگ رنج شده و اینجا یه بیگ داون بیگ اپ خیلی خوبی اتفاق افتاده و منجر به کف پایین تر شده. خب پس ما توی تریدینگ رنج از اینجاها، از این بیگ داون و این بیگ اپ میفهمیم که بله فاز تریدینگ رنج. حالا این مرحله اول، پس فاز تریدینگ رنج یا سایکل تریدینگ رنج رو ما میشناسیم میکنیم، میریم سراغ مرحله بعدی. سطوح مهم تریدینگ رنج که احتمال واکنش به اون هست رو میایم با یه خط افقی که حالا اینجا من با رنگ آبی مشخص میکنم این مشخص میکنیم. مثلا فرض کنیم که در واقع داره یک کندل میره جلو. حالا این که در واقع توی چه تایم فریمی ما بیایم کار بکنیم، توی تایم فریم یک ساعته، من خودم کاری که میکنم توی تایم فریم یک ساعته میام سایکل رو تشخیص میدم و تایم فریم یک ساعته توی اولویت قرار میدم. خب پس ما اینجا فهمیدیم تریدینگ رنج سطوح مهم تریدینگ رنج رو می مشخص میکنیم. سطوح مهم تریدینگ رنج کجاست؟ خب معلومه، کف ها و سقف ها. خب به طور مثال اینجا یک سقف بوده این قسمت، دوباره اینجا یک سقف دیگه بوده، اینجا یک کف دیگه. سطوح مهم رو خواهیم مشخص بکنیم، یکی اینه یکی اینه که احتمال واکنش بهش هست، یکی اینه. من خودم روی بریک تریدینگ رنج قبلا معامله میکردم. اصلا میخوام بگم داستان از کجا شروع شد. موقع بود که در تریدینگ رنج یک حرکت شارپ، اسپایکوار یا حالا هر چیزی که حالا شما اسمشو میذارین، از درون تریدینگ رنج به کف یا سقف تریدینگ رنج زده میشد و وقتی این اتفاق می افتاد، مثلا به طور مثال اینجا میاد یه حرکت خیلی شارپی به سقف تریدینگ رنج زده میشه. خب افراد مبتدی که حالا تازه وارد بازار شدن میگن خب اینجا یه حرکت خیلی شارپ، اینایی که دارم بهتون میگم الورکس هم تو دوره 2018 گفته، ولی اون مواردی که اومدم برای خودم بهینه کردم خب اونا رو اشاره نکرد. اینا که دارم بهتون میگم حرف الورکس، یک حرکت شارپی به کف یا سقف تریدینگ رنج زده میشه و افرادی که مبتدی هستن فکر میکنن در واقع میخواد تریدینگ رنج از بالا یا پایین شکسته بشه. اما وقتی یک حرکت شارپی به سمت سقف یا کف تریدینگ رنج زده میشه، با همون قدرتی که حمله میکنه با همون قدرت هم برمیگرده، یعنی خیلی سریع میره خیلی برمیگرده. حالا پورسندی توی دورش به عنوان خاصیت مگنت استفاده کرده بود و الورکس حالا بیشتر از کلمه وکیوم استفاده میکنه. حالا بریم ببینیم که ما چجوری از این قضیه رو باید استفاده بکنیم. چند تا نکته رو من خدمت رو عرض میکنم. اولین نکته، ما در تایم فریم M5 و M15، یعنی 5 دقیقه و 15 دقیقه میاییم حرکت های شارپ رو بررسی میکنیم و در اونجا به دنبال نشونهی برای معامله در جهت عکس میگنیم. یعنی تایم فریم 5 دقیقه و 15 دقیقه بررسی میشه، اون الگوهایی که بهتون گفتم اینساید بار، آوتساید بار، او او آی او آی آی آی، اینا رو بررسی میکنیم و در جهت عکس وارد میشیم. به طور مثال من از مثال هایی که همین اواخر توی بازار اتفاق افتاده شروع میکنم. در
در واقع 28 فوریه میبینیم که یک حرکت شارپی در واقع به سقف تریدینگ زده میشه، یعنی توی تایم فریم یک ساعته کاملا این قضیه مشخص. من حالا یه زوم میکنم اینجا کاملا مشخص. خب یه نکته ای که بهتون بگم، من کلا ساعت های معاملاتی من ساعت 10 تا 12 هست، ببخشید از ساعت 11 تا 1 و نیم هست به وقت تهران که میشه ساعت 10 تا 12 به وقت بروکر. خب الان در واقع امروز چندم اسفنده؟ امروز 13 اسفند هست و 9 صبح جمعه. من کلا از ساعت 10 تا 12 به وقت بروکر معامله میکنم یا ساعت 11:30 تا 1:30 به وقت تهران، یعنی در واقع بخوایم حساب کنیم 2 ساعت اول سشن لندن و 2 ساعت اول سشن نیویورک. یه 2 ساعت اول سشن نیویورک میشه از ساعت 6 تا 8 به وقت تهران و از ساعت 16:30 تا 18:30 به وقت بروکر. خب حالا ممکنه این حرکت های حالا مگنتی که به کف و سقف تریدینج میزنه تو ساعت های دیگه اتفاق هم بیفته، مثلا تو سشن آسیا اتفاق میفته، ولی من کلا تو این 4 ساعت به دنبال این موقعیت ها میگردم و اکثر این موقعیت های حالا این عملات شدیدی که به کف و سقف تریدینج زده میشه اکثر حملاتش رو میتونیم بگیم که توی این 4 ساعت هست، یعنی 2 ساعت اول سشن لندن و 2 ساعت اول سشن نیویورک. خب اینجا توی تایم فریم یک ساعت می‌بینیم یه حرکت شارپ زده میشه. می‌بینیم داخل تایم فریم 15 دقیقه 28 فوریه ما در واقع 24 فوریه یعنی 4 روز قبلش فهمیدیم که وارد فاز تریدینگ رنج شدیم. اینجا اومده حرکت رنج زده، هیچ حمله‌ای به کف یا سقف زده نشده. توی 28 فوریه که اینجا میشه میاد یه حرکت شارپی می‌زنه، یعنی روز دوشنبه بوده. خب ما میریم داخل تایم فریم 15 دقیقه. داخل تایم فریم 15 دقیقه میبینیم که یک حرکت محکمی، یک حرکت خیلی سریعی به سقف تریدینگ رنج زده شده. اینجا برخورد کرده و یک اینگلفی اینجا اتفاق افتاده. حالا من خودم به شخصه حالا طبق این استراتژی که دارم، شاید در آینده اومدم این گلف هم گذاشتم جزو در واقع سیگنال با کی بار برای ورود به معامله. حالا یه نفر میگه خب من اینجا این گلف میبینم، میام سریع اینجا به طور مثال وارد معامله میشم، حالا در مورد استاپ لاس گذاشتنم بهتون توضیح میدم، وارد معامله میشم، حتی اینجا حالا یه جوری تی پی 1 هم نمیزنم. اگه داخل تایم فریم 5 دقیقه برم توی 28 فوریه میبینم که توی تایم فریم 5 دقیقه درست حرکت خوبی به سمت بالا داشته، ولی توی این حرکتی که زده شده اینجا اومده یه اصلاح زده، دوباره اینجا اومده یه حمله زده، حمله پرقدرتی نبود. یعنی اگه تایم فریم 15 دقیقه رو من ببینم توی اینجا کندل های یک دستی داریم که توی تایم فریم 15 دقیقه قدرت بیشتر بوده، ولی تو تایم فریم 5 دقیقه میبینیم که درست حمله خوبی زده ولی خب زیاد قدرت یک دستی نداشت. حالا اینجا میخوام بهتون چی بگم؟ میخوام بهتون بگم که ببینید ما دنبال حملات تمیز هستیم. یعنی چی حملات تمیز؟ یعنی اینکه وقتی میایم تایم فریم 15 دقیقه یا 5 دقیقه رو میبینیم، حالا بیشتر تایم فریم 15 دقیقه، کلا در طی 3 الی 4 کندل، حالا نهایت دیگه 5 تا کندل، 5 تا کندل یک دست و پرقدرت، خوب گوش کنید مردان، 5 تا یا 4 تا یا حتی ممکنه 3 تا کندل پرقدرت و یک دست، یعنی تک به تک کندل ها پرقدرت باشه، مثل اینجا نباشه که بیاد دوتا کندل پرقدرت بزنه یک کندل نزولی بزنه، دوباره یه ست در واقع یه کندل پرقدرت بزنه اینجا در واقع بیاد یه دوجی حالا یه پین بار بزنه دوباره بیاد یه حمله بکنه. میبینی چی میگم؟
سه تا یا چهار تا دیگه، نهایتش 5 تا کندل پرقدرت بیاد بزنه به سقف یا کف تریدینش و هر چقدر قدرت حمله بیشتر باشه قدرت برگشتن بیشتر در تایم فریم 5 دقیقه به همین صورت. یعنی اگر در تایم فریم 15 دقیقه ما حمله پرقدرتی ندیدیم، تو تایم فریم 5 دقیقه اگر بعد بررسی بشه تایم فریم 5 دقیقه و اونجا ببینیم آیا مثلا در تایم فریم 5 دقیقه 3 تا یا 4 تا کندل پرقدرت زده یا نه. خب پس اینجا باز هم ایدئال من نیست، یعنی اینجا باز هم ایدئال من نبود. حالا یک سری ها ممکنه بیان بگن آقا ما در واقع اینم حمله پرقدرتی حسابش میکنیم. حالا استاپلاس رو من به شخصه وقتی میام کف و سقف تریدینج رو مشخص میکنم، به طور مثال کف سقف تریدینج اینجا بوده دیگه، سقف اولیه تریدینج اینجا بوده. حالا اینجا من دو تا خط اومدم رسم کردم. چرا دو تا خط رسم کردم؟ در واقع ما یه دونه اینجا در واقع یه دونه سقف داشتیم، یه دونه هم اینجا. ممکنه که قیمت تا اینجا بره به اینجا حمله کنه و برگرده، ممکنه نه این خط پایینی هم بشکنه و تا این قسمت بالا بره و برگرده. اوکی، پس توی 28 فوریه باز هم این ایدال من نبوده و من استاپ لاس رو در واقع به طور مثال پشت این قسمت میذارم و به اندازه دو برابر اسپرد فاصله میدم. به اندازه دو برابر اسپرد فاصله میدم. خب این نور صفحه نمایشم یه ذره زیادترش بکنم. اوکی، این از این پس. حالا یک سری ها ممکنه بیان بگن آقا ما اسکلت میکنیم، مثلا تی پی یک به نیم میگیریم یا یک به یک میگیریم، ولی حالا من اینجا به شخصه وارد نمیشم، بهتون میگم من دقیقا کجاها وارد میشم. بریم سراغ ادامه ماجرا. خب اینجا یه برگشتی رو داره و اینکه حالا ما از کجا متوجه بشیم که در تایم فریم 15 دقیقه حمله خوبی زده شده یا در تایم فریم 5 دقیقه حمله خوبی زده شده. ببینید بچه ها، اینو میشه از تایم فریم 1 ساعته تشخیص. خیلی جالب. ببینید در تایم فریم 1 ساعته اگر دیدیم یک کندلی پرقدرت به کف یا سقف تریدینگ زده شده، یعنی داخل تایم فریم 15 دقیقه یا 5 دقیقه ما 3 یا 4 کندل پرقدرت داشتیم. ناکنید اینجا الان یک کندل پرقدرت اومده به سقف تریدینگ زده شده، اینجا اومده یک کندل پرقدرت به سقف تریدینگ زده شده در تایم فریم در واقع کجا؟ در تایم فریم 1 ساعت. اوکی، پس این از این. حالا من وقتی بیام برم داخل تایم فریم 15 دقیقه چی میبینم؟ داخل تایم فریم 15 دقیقه برم میبینم اینجا در طی دو تا کندل، در طی دو سه تا کندل یک حمله شدیدی به سقف تریدینگ میشه. یا مثلا اینجا وقتی بیام این ناحیه رو بررسی بکنم میبینم 4 تا کندل پرقدرت به در واقع سقف تریدینگ داشت. خب اینجا رو من میام بررسی میکنم، اینجا میبینم کلا با یک کندل 15 دقیقه رسیده به سقف تریدینج، اینجا الگوی در واقع خاصی رو نمیبینم در واقع. و عرضم به خدمت شما این که اینجا ولی یه الگو میبینم. اگه گفتین اینجا چیه؟ یه دونه الگوی آی آی اینجا هست. من در مورد اینا توضیح نمیدم به اون صورت. اگه دقت بکنین یک حمله شدیدی
در واقع زده شده به سقف تریدینگ رنج، اینجا یه کندل اینساید بار زده، همین در واقع این بار سبزه، اینجا هم حالا یه دونه کندل میشه گفت دوجی زده، این کندل داخل این کندل بزرگ است، یعنی یه اینساید باره، دوباره این کندل زرده هم داخل این پین بار است، بازم اینساید باره که میشه الگوی آی آی. و وقتی الگوی آی آی رو میبینم با اولین کندل تایید یا همون حالا خوب سمجه بهش میگه کی بار یا الباکس بهش میگه این تری بار، وارد معامله در جهت عکس میشم و استاپ لاس رو به عنوان در واقع میذارم پشت همین قسمتی که حمله کرده و به اندازه دو برابر اسپرد فاصله میده و اینجا میبینیم که در واقع برگشته و در واقع تی پی 3 رو به ما داده. میانگینه این استراتژی، میانگین تی پی که به ما میده تی پی 3 هست، میانگین تی پی که به ما میده تی پی 3 هست. خب پس چی شد؟ یک بار دیگه من میگم ببینید، نیازی نیست ما بیم داخل تایم فریم 5 دقیقه یا 15 دقیقه، تا چه زمانی؟ تا زمانی که از تایم فریم 1 ساعته سایکل رو ما تشخیص میدیم. وقتی سایکل رو تشخیص دادیم میایم بررسی میکنیم که آقا در تایم فریم 1 ساعته کجا با یک کندل 1 ساعته، با یک کندل 1 ساعته میاد به کف یا سقف در واقع تریدینگ رنج حمله میکنه. میایم در واقع اون حمله رو شناسایی میکنیم. اینجا مثلا اگه دقت کنیم توی یک کندل یک ساعت اومده حمله کرده که حالا من برم داخل تایم فریم 15 دقیقه، اینجا هم در طی دو سه تا کندل حمله کرده. ولی این که من در واقع با چه الگوهایی در جهت عکس وارد میشم، یک الگوی در واقع آی آی هست، حالا من اینو من یه ذره بزرگتر میکنم، الگوی آی او آی هست، الگوی آی بی به علاوه کیبار هست، همون کندل تایید، الگوی او بی هست، بعد الگوی او او هست، این دو تا آوتساید بار پشت سر هم دیگه، و اوکی. من از این در واقع الگوها میام برای معامله در جهت عکس استفاده میکنم. خب من اینو یه ذره بزرگترش کنم که واضح تر بشه. من از این الگوها در واقع میام استفاده میکنم که در واقع توی این قسمت الگوی آی آی اتفاق افتاد، با اولین کندل تایید در جهت عکس وارد معامله میشه. خب بریم سراغ ادامه این ماجرا. دوباره برمیگردیم تایم فریم یک ساعته، میبینیم که در اول مارچ در واقع اینجا هم دوباره یک کندل سعودی پرقدرت میبینیم که دوباره به سقف تریدینگ رنج زده شده، سقف تریدینگ رنج زده شده. میایم داخل تایم فریم 15 دقیقه میبینیم بله اینجا هم خب مثل اینکه اینجا رو بررسی کردیم، اینجا رو منظورم، اینجا یک کندل پرقدرت در تایم فریم در واقع یک ساعته به سقف تریدینگ زده شده و میام وقتی این کندل رو میبینم، میام داخل تایم فریم 15 دقیقه میبینم که بله اینجا طی یک دو سه تا کندل پرقدرت به در واقع سقف تریدینگ زده شده. اینجا من یه آوتساید بار نزولی میبینم، در واقع آوتساید بار یا کندل او بی، این کندل حالا چه در واقع سعودی باشه چه در واقع نزولی باشه،
به عنوان در واقع یک ترپ معاملاتی هست که حالا ادورکس ازش یاد میکنه و در جهت عکس ما میتونیم وارد معامله بشیم و صرفا با همین دیدن اوتساید بار منفی ما میتونیم وارد معامله بشیم. استاپ هم دو برابر در واقع اسپرد من بالای این ناحیه که حمله کرده میذارم و اینجا تا تی پی در واقع دو اومده. حالا چرا تا تی پی دو اومده تا تی پی سه نیومده؟ خب اول از اینکه اصلا بازار مدیون ما نیست که بخواد در واقع بیاد حتما حتما تی پی سه رو بده، حتما حتما چه میدونم اون تی پی دلخواه ما رو بده، شاید اصلا ما وارد معامله بشیم و اصلا برگرد استاپلاس ما رو بزنه. این استراتژی حالا شما بک تست بگیرین همیشه اینطوری نیستش که در واقع بیاد و تی پی بزنه. این نکته اول، خودتون باید بریم بک تست بگیریم. نکته دوم اینجا دقیقا، یعنی تو این قسمت که اومده یه ریزشی انجام داده مثل روز قبل در واقع نریخته. خب چرا این اتفاق نیفتاده؟ به خاطر اینکه روز قبل اومده یه حمله کرده و برگشته، روز بعدش دوباره اومده حمله کرده و برگشته، اما در واقع وقتی مگنت اتفاق میفته، وقتی این حملات شدید اتفاق میفته، بار اولی که به سقف تریدینج حمله میکنه این خاصیت مگنت قوی تر اجرا میشه، ولی روز بعدش درست اومده حمله کرده ولی خاصیت مگنت یه ذره از قدرتش چی شده؟ کمتر شده. من خودم به طور مثال اینجا وارد معامله شدم و تی پی سه رو خیلی راحت گرفتم در عرض 2-3 ساعت، ولی یعنی قبل از اینکه در واقع اصلا سشن نیویورک اینجا شروع بشه، در واقع من تی پی سه رو گرفتم و از معامله اومدم بیرون. البته خب بیشتر از تی پی سه داد، فکر کنم اینجا یه جورایی تی پی چهار هم داد، اما در این قسمت حتی کار به در واقع سشن نیویورک هم کشیده میشه و وقتی سشن نیویورک در واقع شروع میشه توی در واقع این کندل، حتی تی پی دو رو هم به من نده. و اینجا حالا نکته اخلاقی که میتونستم از این قضیه بگیریم این بود که وقتی میاد در واقع یه حمله در واقع مگنتی به در واقع سقف کف تریدینگ زده میشه، روز بعدش اگه دوباره بیاد به همون قسمت حمله بکنه، خب انتظار داریم که در واقع از خاصیت مگنت کمتر بشه و اینجا هم در واقع همین اتفاق افتاده. و وقتی میبینیم که روز قبلش یه حمله اومده زده شده، روز بعدش دیگه برای تی پی سه حساب باز نمی کنیم. وقتی روز قبلش اومده به طور مثال 1 مارچ به ما تی پی سه و چار داده، حالا تی پی سه رو به ما داده، روز بعدش اگر حمله شدیدی زد ما روی تی پی دو حساب باز میکنیم، روی تی پی دو احتمال در واقع برگشت رو میزنیم و دیگه نمیان بگیم خب اینجا هم تو حمله شدید کرده پس میاد تی پی سه رو به ما می. این نکته بود که در واقع میخواستم بهتون بگم. خب بریم سراغ مثال های بیشتر. من فقط اینجا اومدم کامل توضیح دادم، از اینجا به بعد من ممکنه ویدیو رو پاز بکنم برم مثال های بیشتری پیدا بکنم، سریع بهتون میگم. ببینید اینجا مثلا یک کندل پرقدرت تو تایم فریم 1 ساعت زده، پس سریع میریم تایم فریم 15 دقیقه یا 5 دقیقه آنالیز میکنیم، دنبال الگو میگردیم و در جهت عکس در واقع ماجرا وارد معامله میشه. خب من برم مثاله بیشتر رو پیدا بکنم.